خبر بدی بود، خبر تلخی بود که به گوش من رسید. امروز شنیدم که خانم ملک بانو چیتگر، مادر خانم سوری نوریزاده و همینطور مادر آقای دکتر علیرضا نوریزاده درگذشت. این واقعه رو، این مصیبت رو به سرکار خانم سوری نوریزاده و همینطور جناب دکتر علیرضا نوریزاده تسلیت میگم. و اما امروز رفتیم به کوههای زرد بند لشکرک به دیدن یک بانوی دیگر که عمرش دراز باد، خانم استاد دکتر اکرم خطیبی، یک نگارگر، یک نقاش، یک هنرمند و یک نویسنده و یک شاعر. در اینجا واقعا یاد اون شعر افتادم که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند در اینجا مصداق پیدا کرده. و خانم اکرم خطیبی به واقع در واقعیت از خاک هنر آفریده، با خاک آثار هنری خاصی رو آفریده که هر یک زیبایی خاص خودش رو داشته. او در کارهاش به جای استفاده از رنگ‌ها در نقاشی یا نگارگری خودش از خاک استفاده کرده، از رنگ، خاک‌های رنگی، از خاک فیروزه، از خاک یاقوت، از ورق طلا و از یاقوت بنفش و از سنگ یشم و همینطور سنگ سفید، سنگ‌های دیگر. او با این ابزار کارهای هنری خاصی را آفریده. جالب است که از خاک سقف خانه ابوالقاسم فردوسی اثر فردوسی را آفریده و چقدر هم زیباست. از خاک‌های رنگی جزیره هرمز آثار بسیار جالب و چشم نوازی آفریده که همه اونها یک اثر هنری ارزشمند حساب میشن. از ورقه های مس، ورقه های نقره و ورقه های طلا هم در کارش استفاده کرده. از بانو استاد دکتر اکرم خطیبی مطالب مفصل تری در روزنامه آسیا خواهیم داشت. و اما نرخ طلا که هر روز از دیجیگولد نقل میکنیم، امروز دیجیگولد گزارش داده که در بازار جهانی هر اونس طلا 1484.91 یا 1485 دلار قیمت داشته، خرید و فروش میشده. و هر مثقال طلا در طلای 18 عیار در بازار تهران 1,772,000 تومان خرید و فروش میشده و هر گرم طلای 18 عیار هم 409,066 تومان. و سکه طرح قدیم هم نسبت به روزهای گذشته اندکی اضافه شده و به 4,015,000 تومان رسیده و سکه طرح جدید هم به 4,030,000 تومان. و شاید هم سکه طرح جدید قیمتش پایین تر اومده باشه به نسبت به گذشته. و هر دیجیگولد 18 عیار هم 4,093 تومان قیمت داشته و هر دیجیگولد 24 عیار هم 5,456 تومان. و اما آمارهایی از مهاجرت رو امروز منتشر کرده مرکز آمار و گفته است که 2,852,000 ایرانی از سال 1390 تا 1395 از ایران مهاجرت کردند. و خبر دیگری هم داشتیم که یک مؤسسه هست به نام رصدخانه مهاجرت ایران که مدیرش آقای دکتر بهرام صلواتی است. ایشون هم گفته که در قالب اجرای طرح بازگشت که من امروز برای اولین بار از این موضوع شنیدم، گویا 1,000 متخصص ایرانی مقیم خارج به ایران بازگشتند. به خاطر همین اقداماتی که رصدخانه مهاجرت ایران انجام داده. اما بازار مسکن وضعیتش خیلی بده، میشه گفت راکت هست. و در شهریور ماه هم نسبت به شهریور ماه 4 سال پیش که
وضعیت بازار مسکن خیلی خراب بود، 78% باز هم کاهش داشته. با وجود 500 هزار خانه خالی در تهران به خاطر این پرش قیمت ها، باز هم به ساخت و ساز بعضی از سرمایه گذارها روی میارن. اما اظهاراتی هم کرده آقای سید ابراهیم رئیسی، آقای آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، که گفته به هیچ عنوان طرفدار حبس نیستند، که امیدواریم همینطور باشه، و ایشون گفتن که موافق مجازات های جایگزین حبس هستند. زندان ها بد وضعیتی دارن، امیدواریم که ایشون به این موضوع توجه بکنن. اما در اوضاع منطقه باز هم آقای یحیی سری سخنگوی حوثی ها امروز اعلام کرده، البته خبرگزاری آناتولی گزارش داده که 350 کیلومتر مربع از اراضی نجران در جنوب عربستان رو به کنترل خودشون درآوردن، یعنی در واقع اشغال کردن. اما آقای بن سلمان، آقای محمد بن سلمان هم گفتگویی داشته با شبکه CBS، شبکه تلویزیونی CBS آمریکا. در این گفتگو اظهاراتی کرده در مورد جمهوری اسلامی، تلخ و بد و بشود گفت سنگین. ایشون گفته که با اظهارات پامپو در اینکه تأسیسات نفتی آرامکو رو، حمله به تأسیسات نفتی آرامکو یک اقدام جنگی هست رو ایشون تایید کردن. ایشون گفتن که راه حل سیاسی را به راه حل نظامی ترجیح میدن، و ایشون گفتن که ترامپ رئیس جمهور آمریکا باید با روحانی مذاکره بکنه و یک توافق جدید منعقد بشه، و ایشون گفتن باید جلوی جمهوری اسلامی ایران محکم ایستاد. و ایشون یک درشگویی دیگر هم در این گفتگو کردن. ایشون گفتن که تنها هدف استراتژیک آنها از حمله به آرامکو این بود که ثابت کنند احمق هستند. بگذاریم از این موضوع. دیروز و پریروز خبر داده بودیم که در امپریال کالج لندن عده‌ای از مخالفان جمهوری اسلامی شورای مدیریت گذار برای بعد از جمهوری اسلامی رو معرفی کردند، و امروز اولین واکنش از خبرگزاری فارس پلاس متعلق به خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه پاسداران هست. این خبرگزاری در مقابل تشکیل شورای مدیریت گذار برای بعد جمهوری اسلامی گفته است که اوضاع در سوریه و عراق به نفع جریان مقاومت، گفته که متحدان ایران در یمن هم دارن کار عربستان را یکسره می کنند. حزب الله هم هر روز بر توانش علیه اسرائیل افسوده میشه. آمریکا هم که در پروژه ایران بد جوری مونده، اون وقت اینها، یعنی این افرادی که در لندن جمع شده بودند، در امپریال کالج لندن جمع شده بودند، اون وقت اینها شورای مدیریت گذار برای بعد جمهوری اسلامی تشکیل دادند.